دل امیدوار هستم جور صدمند و سرحال باشین. اما طور که میبینین نمایشگاه غذاهای محلی ولایت پروان، بله عزیزای دل، نمایشگاه غذاهای محلی ولایت پروان است. یک چی غذای است، چند نوع غذا است، زیادترشون ما البته دوستا خوردیم. بریم ببینیم کاشپزا کیو است، سراشپز کیو است، گرچه با بعضی هاشون آشنایی دارین که در برنامه ها همراه ما بودن. آجی صاحب شعیب که داخل برنامه همراه ما بوده و همچنان رقیب جان، یکی از آشپزهای موفق ولایت پروان که غذاهای محلی را دیگه خیلی در پختنشان استاد هستن. و ببینیم که آجی صاحب شعیب هم اینجا خودش گیر کردیم. سلام علیکم آجی صاحب. انشاءالله بخیر هستین. بسیار زیاد شما را خوش آمدید میگم به ولایت پروان. امید است که خوش باشین، سعادتمند باشین، زنده باشین. آجی صاحب، خودتان چند نوع غذا ترتیب دیدین در برنامه امروز؟ البته محفل معرفی صنف آشپزی ولایت پروان است و در اساس از لایق دیدن لازم دیدن مرا منیس مسئول و یا نماینده آشپزا تعیین کردن. دیگه در پلی معرفی صنف آشپزا ما خواستیم که یک نمایشگاه غذا هم برگزار بکنیم که ما غذاهای محلی و سنتی ولایت پروان به نمایش بگذاریم تا باشه که مردم از طریق رسانه و از طریق این محفل ما از غذای ما دیدن بکنن و غذای ما را بشناسند. دیگه در حدود 40 نوع غذا را خواستیم به نمایش بگذاریم. امید است که از برنامه لذت ببریم. 40 نوع غذا است. چی است مثلا؟ در کل با مزرعه، در کل امی غذایی است که فراورده های مردم است، یعنی از کشت زراعت خود که مواد به دست میارن باز از او غذا آماده میسازن، از شوله قربانی گرفته تا کباب تکه و تا پایتی و کلولی خمیری و همه غذای محلی است. روسی از امی شوله قربانی بود که دست پخت خودتان خوردین؟ بله بله بله. در برنامه های قبلا گذشته ما دست پخت شعیب جان خوردیم، خیلی یعنی واقعا یک دست پخت داره که دیگه از مزهش سیر نمی. چقدر خوردم من واقعیت هم وقت شام بود دیگه، نه وقت شوله قربانی بود چون نزدیک خزان بود دیگه، حالی خواهی زیر گرمی از شوله قدر سعی خورده نمیشه دیگه. ما خواستیم که شوله هم در جمله نمایش غذای ما باشه که جمعی از غذای ولایت پروان است. خب غذا رو چی بخ میارم بخیر؟ بخیر برنامه ما بخش اولی سخرانی از بخیر، بعد از سخرانی صنف آشپزا به معرفی گرفته میشه، بعدش تعدادی از آشپزا که ممتاز هستن مبتکر هستن مورد تقدیر قرار میگیرن، بعدش بخیر بخش چهارم نمایشگاه غذا است انشالله. زنده باشین یک جان، سپاس. در نمایشگاه غذای ملی امروز جمعی از آشپزای ممتاز و مبتکر ولایت پروان سهم گرفتین که هر کدام از اینا غذای خاص خود آماده کردین. در پولی غذای سابقه ولایت پروان غذای نو هم جابجایی ساختین، یعنی غذایی که نواری شده از طرف خود آشپزا و غذا هم به نمایش گذاشته میشه. خب بازم براتون تبریک میگیم، سلامت باشین، زنده باشین. خب دوست عزیز آجی صاحب امروز گپ بزنیم. سلام علیکم. و علیکم السلام. محترم خوب هستی جان جور؟ خوب هستیم، بخیر صحتمند الحمدلله، شکر زنده و سلامت باشی. نگه کدام امر باشد آجی صاحب خود معرفی کنیم؟ ما آجی صاحب رفیولا از قره عبدیبای پروان. خب دوباره محفل امروزی میشه بر ما یکم معلومات بتیم؟ از ما امی معلومات است که ما یک افتخاره، خوشی میکنیم از وطن ما، از هم جوانای ما، از هم سرنگر تعلیم یافته ما که از هر نگاه یک کسب کار اخلاصمند یاد بگیره و افتخار است بر وطن ما و خصوصا بر پروان ما. بله ما خوش هستیم. آجی صاحب شعیب به صفت با حساب صفت آشپز بسیار یک لایق، از هر نگاه غذا بسیار با جردسته و بسیار فامنده، انسان با سرخلاص و اخلاقمند، بسیار با تجربه ناک انسان است. خودتان کدام غذایش زیاد خوشتان آمده؟ والا غذایش خو همهش خوبیش است، خو امی قرمیش و امی شوله قربندیش و دیگه دیگه پایین پایین غذایش و بالاترش امشالله همهش بسیار مزناک جور بکنه، خوش مزه. و دوستا یادمو نره آجی صاحب شعیب تقریبا فکر کنم دو کتاب است یا سه کتاب غذای محلی رو چاپ کردن که امون طرز تهیه غذای محلی است. دو کتاب است یا سه کتاب؟ یاره سه کتاب است که چاپش کرده، دیگه بسیار بالاترین غذاواست و بسیار بالاترین فکر است که در این حرکت داده و
خوب عملیش کرده. بازم تبریک میگم برای حاجی صاحبم، برای شما خیلی زحمت کشیده بودن، نقشم بود. واقعیت واقعیت ما خوش هست. به جزیتون خوش باش. کدام طرف آشپزخانه هست؟ اجازه هست نیست ما بریم؟ امی طرف آشپزخانه هست، دیگه دوست هست هم راهنمایی میکنه. آه به جزیتون دوستان بریم. دوستان سلام علیکم. سلام علیکم. هم تو بریم طرف. سلام علیکم. سلام علیکم. خوب هستی جان؟ دیره بخیر. جور هستی؟ سلامت هستی؟ خوبه؟ خود معرفی کن. سمیر هستم از لایت پروان. بسیار خوب. خودت کدام غذار امروز تیار؟ ما بیاین یکم پیش خیر اینجا یکم روشنم باشه. آش پلاوی پخته کردیم، نگه برنج میوه ایست پیوه قریتی است، دیگه کفته نرگس است، خلاص. بسیار مقبول. کدامش خودان مزدورتر است؟ آه دیگه کلش مزدورتر. کلش یک چکریم اجازه خواهد؟ صحیب اجازه. زنده باشید. سلام علیکم. این کلاه خودت بسیار مقبول است، نام خدا. خوب هستی؟ بخیر. شکر سلامت. زنده باشید. بخیر باشید. دوست عزیز، کل ازی آشپزاک است، خاصتا از ولایت پروان است و خیلی غذای خوشمزام است. خودتان خود معرفی کنید. و محمد سلیم هستم از ولایت پروان و یک تن آشپزای محلی ولایت پروان و ما یک چند نوع غذا تهیه کردیم. بلاو میوه‌ای است و دیگه پیاوه قروتی است، دیگه کفته پاشان است و دیگه برنج بغلانی است که وطنی از خود ما شماست، رو تهیه کردیم. خب خب بسیار عالی. میشه ازی بگویی بر ما که خودت به حساب شاگردی پیش کی شاگرد بودی آشپزی؟ ما پیش پدرم دیگه کدوم همکار پدرم هستیم و زیر دست. نامشون چی هست؟ محمد شیرین رجب زده. خب خب بسیار عالی. امشال غذای تان ما بز چک میکنیم، اجازه خواهد؟ صحیب اجازه است. برای امی کسایی که میان به حساب برنامه و یا بعضی ها کدوم چیز هم هست حق دارن چک کنن یا حق دارن؟ چرا نه؟ تشکر بسیار زد. دوستا شما کدوم گفتنی داشته باشه؟ کدام غذای محلی رو زیاد خوش دارید؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. نحمد و نصلی علی رسول الکریم. اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. به خاطر مناسبت از استاد شعیب کی آمدیم که رئیس انتخاب شده، یک کم غذا تهیه کردیم به دوستا که آن خودتان آشپز هستید؟ عبداللطیف، حاجی عبداللطیف آشپز هستم، یک تن از آشپزای ولایت پروان. نام خدا. نام خدا. حاجی صاحب چی پخته کردیم؟ ما برای مهمانایی که جامد مراسم برگزار کردیم یک ذره منتو تهیه کردیم، یک کمی کوفته نرگسی است، دیگه یک سالات هم هست. امی کلگی همون سنه سال داره، همون خواه خواه مزه است. ای نانایی هست که ای دستا. خب باز ما دیگه آجی صاحب شعیب قابل یادآوری میدانم که آجی صاحب لطیف هایی که از آشپزهای ممتاز ولایت پروان است. البته منتوی مخلوط آماده ساخته، چرا منتوی گوشت و منتوی پیازی که هست از مردم مزار شریف ما است، اما منتوی مخلوط از جمله غذایی است که من آوری کردیم. اما یوسف خانه شما بود خیر بینه که این غذا را امروز آماده ساخته و در نمایش میره. یعنی منتوی مخلوط از غذایی است که مربوط به پروان میشه و ما انتقاد نشه بیاد و ما مگه بخوریم در جمله اولین کسایی هستیم که زی خوردیم. بله بله بله. اینا یک افتخار کلان. گرچه در برنامه تلویزیون طلوع در برنامه افطاری آورده بودیم، چون منتوی مخلوط از جمله غذایی است که بیشتر در ماه مبارک رمضان استفاده میشه و مخصوص به ما میره نواری کردیم. ما یوسف خانه شما بود خیر بینه که امروز منتوی مخلوط آماده ساخت. دیگه دوستا دی فکر نشن که منتوی از مزار است، چطور مردم پروان میگی از ما است. نه، ما منتوی مخلوط نواری کردیم، منتوی پیازی و گوشتی که است از مردم سمت شمال و مزار شریف ما است. بسیار عالی. بسیار عالی. خیر ببینی حاجی صاحب. دیگه کدام دیگه سلامت باشه، بخیر باشه، خدا یگاره میره در وطن ما بره. آمین. سلامت نو گفتن اما نه دوستا امی گپای ازی دوستا میگیرم باز گپ میزنم. پشتو بگم. وای سوی وای. ز محمد رحمان رحمانیم دی ولایت پکتیا هم پویس ولی بیا لس کال په دغه پروان کې ز اشپزی کوم. اشپزی محلی کار ما اشپزی پکتیا رو میپزین یا از پروان؟ ما خارجی غذا میاد داریم، داخلی وطنیم. چرا ما 16 سال در دبی آشپزی کردیم. ما آشپزای خارجی غذای ترکی، غذای عربی، هندی، پاکستانی
بریانی کلی چیز حاجی صاحب مهمان کار نداری مهمان کار هر وقت خدمت خدمت هست ولی امروز که اینجا آمد ما حاجی صاحب زنگ زد ما یکم ذره نا وقت رسیدیم ما در کابل بودیم اونجا کار داشتیم اما غذا ما درست نکردیم که ما اینجا می آوردیم اینا در آینده برنامه که بود انشالله ما هم دسپوز خود ما به شما نشان انشالله ما باز میایم پیشتون میخوریم دسپختانه چون اما تو با نشان ما پیشتون بیایم که باز یک جای مقبول نمیه خب با اجازه تان خیلی ما همراه دیگه دوستم گپ دیم بسیار خوش شدیم انشالله باز میبینیم دوینده اما اشبازای پروانه ما را با چی کردیم بسیار خوش هستیم زنده باشین سلامت باشین آجی سب شاید قربانتان امی دور برای ما سه که وزو دارن آشپزی نام خدا ممتاز آشپزی مبتکر هستن بله. دیگه شما باید ابرای از اما از اینا صحبت بکنین اما غذایی را که خود از اینا آماده ساختین اونا را به معرفی میگیرن و به صلاح یاد آورین اگه همی غذایشون هم تصویرشون نه تصویر غذا را خب بعدا برتان شان میتین بله استاد ما یک برنامه برد بگویم ما یه نیمی استاد برنامه 59 رفته بودیم آریانا خب در کل افغانستان چهارم آشپزی برنامه ما نیمی استاد ما شدیم خب چی وقت اونجا ما در آشپزی فرتیس نکده بودیم آشپزخانه 59 دکه خو که باز ما استاد رفتیم در کل افغانستان 60 آشپز آمده بود چهارم آشپز استاد بود ما بودیم که همینجا ما این چه مون گرفتیم پامیدی در برنامه ما همینجا بودیم آجی صاحب شایب خو معلوم است همراه ما در خیلی پرگرام برگرام ها بودیم پامیدی همینجا ما بودیم ما استاد احترام داریم همراهش هستیم در از کل شما را خیر ببینه صبر جان نه یکی از آشپزای دیگه پروان نگفته نمونه دوست عزیز ما اینجا پروان که آمدیم همیشه خارج از این برنامه ویگپان قدر مردم مهمان نواز قدر مردم شیرین کمی میمان که میای پیشان گفته اگان تا دیگه وقتی که پاس میره گنگس گل می باشه از بس زیاد می خوره همه تا هست یا نه؟ بله بله همه تیاره هسته برنامه بخشنده میروان دیگه سلام برای شما برای همکاران شما برای بینندگان خوب ما دیگه دوستای عزیز همی محفل برگزاری همی صنف اتحادی آشپزای ما هستن البته دست با هم این همه قدر غذایی را که شما دوستای عزیز بعدن میبینی این ما همی ار آشپز دستشان خود برای مردم نشان میده که ما چی جور میکنیم چی میتونیم جور کرده این همه قدر غذا رو میبینی دوستای عزیز این ار آشپز ما هر صنف ما هر کدام ما زیر یک چتر ما در یک صنف ما اتحادیه ما را جور کردیم اول غذاهای ما را ما نشان میدیم برای دوستای ما که ما چی جور میکنیم چه رقم جور میکنیم دوستای عزیز هر آشپز ما هر کدامش زحمت کشیده برای خود همه غذاهای ما خود ولایت پروان ما که چی رسم رواج است دوستام همین را جور کردیم ما زنده باد زنده باد ان شاء الله از کل شما میخوریم میایم بس پسندتر غذای تو نر بخوام شد میایم ان شاء الله میچینیم سر میز بس میتونید خود دوستا با ما باشین چند تیکه تصویر میبینیم دوباره برمیگردیم جور بخیر حاجی صاحب صدمن بعد در ساعت داره بخیر هست انشالله خیریتی خدا نگر ازت بخیر باشه سلامت باشه حاجی صاحب خود من فکر کنیم حاج آیات الله از ولایت پروان بسیار عالی امروز به خاطر این محفل که آمدین خودتون میشه که درباره این محفل یک کم گپ بزنید خوی یک اتحاد هست بسیار خوب شد برای که مردم هم خوب شد که بفهمیم خدا اتفاق بتدشان بازی آشپزای سابقه ما سن از آلو نیستن بازی ها خوش هستیم فامیلی همه چیز این واسه های آجیس های به مجان برای ما خدمت میکنن ما به مصاب خواسته ما آمدیم که معرفی کنه رئیسشون باز از این بین غذای معروف محلی پروان کدامش خودت زیاد دوست داری؟ ما همیشه دوست داریم و من قابلیت یا خوش شما میگم بسیار خوب قابلیت کل افغانستان دوست داریم ما خامور خوش داریم دیگه مخصوصا ملنگ دارش خود دیگه او تعلق به فشار است اصلا فشار ندارم ملنگ میخوره که داره نمی زمیته کلش خوب بشه خوب غذا میپزن تمیز پاک صفا سطر واقعا که دسپختشان حرف نداره از آشپزا کدامش زیاد خودت خوش می از آشپزیش امید دو برادرای کلان اردیش بچه های جیسای بدن اما جان اردیش ما زمیا راضی سیم نمایشون چیست؟ آجی گل آقا و آجی نور آقا اردیش نام خدا خوب بچه هستن آشپزیشان هم بین از هر وقت دو صد یا پنج صد یا یک هزار هر قدر نفره که بگوی خدا رنگشان رو زرد نکنن و غذا رو به موقع درست میکنن ما همی افتخار زیاد داریم که کدام وقت کم نامدیم خانه شانو میمان رفتی تا
دیگه محفلشون رفتیم، به طوری شخصی نرفتیم. خب خب بسیار عالی، تشکر حاجی صاحب. خدا نگهدارتان بخیر باشه، تشکر که وقت ما را وقتتون رو به ما دادی. سلام علیکم، تشکر. حاجی صاحب جور بخیر سر. خیر است، شما خوب هستید؟ سعدمند هستید؟ زنده باشی حاجی صاحب. از زمین جستین یا از راه دور اومدی؟ نه خیر صاحب، از ولایت پروان هستیم صاحب، خانم نزدیک مسجد مندویس. خب خدا معرفی کنه. آجی عبدالمقصود صاحب، یکی از نفرهای فعلا بیکار هستم صاحب. خب سابق چی در به کبرسن و کبرسن بیکار هستم صاحب، بیال چهت 15-20 سال شده. سابق یک دوره ساران ولی میتورا رو تیر کده بازیم صاحب. بسیار عالی، ولاده نوی ساران وال بودین دیگه، خوب وقتم خیلی تیر کده. و یعنی گفتم یک 4-5 سال هست تیر کدیم صاحب، دوره وظیفه داری جالب چیم چی پاد بکنیم سه. خدا نام سه بینیم در 20 سال شده در خانه هستم، دور از جانتان تکلیف مریضی بخش ما هایی شده. چندین نفس های پاکستان رفتیم به تداوی خود. خوش فا باشه حاجی صاحب، انشالله که هر چیز زودتر خوب باشه. حاجی صاحب خودتان باز از این غذاهای محلی پروان کدامش زیاد دوست دارین؟ و ربی رسم و رواج عنعنات مردمی که هست است بسیار قابلی را خوش میکنه صاحب. موضوع قابلی صاحب پلو است، زرد پلو است. پلو ها خوش یعنی قسمی خدا کم نکنه، آشپزای ما رسه پخت و پزشان بسیار خوبش است، از پیشان مردم راضی است. حاجی صاحب بازمی در پروان زیادتر میگن خیلی مرچ استفاده میکنن. مرچ خود با ما میالا استفاده میکنیم، خیلی نه کل فامیل پروان و از مرچ چیزا خوب بخیر به سلاست. او سر نان تر و خوشش میخوریم. تا جایی که ما فکر میکنم همی توت و شیرنی با که میخورن از میوه و درخت یا با زین مرچ است که خونسایش میکنه. مرچ هم خونسا میکنه، حتی در بستلا بادرنگ و دوغ یک جای میکنن سب دوام مندازن مرچ. به مرچ چاره و گذاری پروان نمیشه. تاثیر چی هست که قضیات استفاده میکنه؟ خود آبا و اجداد نکه و نبیره ما و این بخش ما میراث مانده که مرچ از اضافه تر در پروان استفاده میشه. بسیار عالی. دوستا راست میگن یک دوغ خطرناک داره که دوغ بخورین مکمل مرچ داره که گفته اگان که بخوری دیگه سر دور میزنه. ما رام سر میتیم مگه کدام دیگری چاشتی شد و امرای توت امو دوغه و امو مرچه و امو چی داره خدمت تا دان عرضه میکنیم. انشالله بخیر. باز بخیر میخوریم. تشکر. بخیر باشی. سلامت باشی. نکنه. شما را بخیر باشی. سلامت. سلامت باشی. میبینین غذاهای محلی پروان زیباست که از یک سر شروع میکنیم. رقیب جان جور بخیر. سلامت باشین، من هم سلام تقدیم میکنم خسرو جان، خدمت شما، خدمت ایزه که همین یک دون برنامه خود بیننده هستن. امید میکنم در گوشه دنیا هستن خوب و سعدمند باشن. رقیب جان چرا قاشق نمانده؟ قاشق دوستا رو گفتم میارم. خب خب من گفتم به خاطر از این نشه. جور بخیر. چی حال داری جان؟ سلامت باشی، زنده باشی. بخیر باشه. البته به دوستا عزیز ایره ما براتون بگویم که خودم هم یک آشپز محلی پروان هستم. ایره ما برای نمایش آوردیم بیشتر دوش نمایش آره که قاشق زمان این برای خوردن نیست، برای نمایش آره دوست. بسیار اینو باز یگان شکم بوا میشه که بخورن. باز برای از قاشق داریم ما شکم نمایش خلاص میتیم. چند دفعه نگفتی حالا خو از آشپز زید نه خاطرای تلخ تا بگو چند دفعه سوخته دی از پیش ما سر رقیب قسم کراس چه بگو بسیار خطرناک قسم داده تا متوجه باشی. یه جای البته دوستا که میمانی خاص بوده دوستا عزیز مرا امی سروی نان ما را گفتن که این چیز کنه 12 بجه امی نان ما تیار باشه که ما سروی نان کنیم. ما می عجله کردیم روش فرمایش داده بودن، روش جور کردیم دیگه سالانه ما رو جور کردیم. یک بار ما بسیار زله شدم، حدیث یک سالان جور کردیم بسیار زله شدم. ما که میش شاگرد ما گفتم فکرت باشه فلانی که امی روش از پیشش نسوزه. یک وقت ما آمده ما که همی روش
از امی دیگ روشم تو دود برآمده رئیس دوستای عزیز دود برآمده رئیس ما گفتم حالا یک روش در گفت چیزا چه برای شاید که یک ساعت یا نیم ساعت یک ساعت دیگه دی یک ساعت دیگه ما پاس برای امی امی محفل بالا ما روش جور کردیم که سر به نان شما برای یک بجه شروع کردیم بشکت خو رقیب جان اوای دان ما سر کدم چی تو کنم تنا سهل کنم خسرو جان پیش از اینکه شما بعد نامشه شوید پیش از اینکه باید شما استفاده کنین خوب از این است که بعد دربارش معلومات بتیم و البته امی برنامه که ما امروز در نظر گرفتیم داروی چهار بخش است بخش اول ما سخنرانی است که بزرگای از پران آمدین در بخش سخنرانی است بخش دوم ما معرفی از صلح آشپزا یا معرفی از رئیس آشپزا و مامان و منشی آشپزا است بخش چهار ما تقدیر آشپزای منتظر رئیس شما آجی صاحب شاید برادر کلانتان برادر کلانم استاد یک شیرنی هم سر چپه است دیگه چی میگن؟ چیزی که از یار نه نه شیریخ شیریخ چار کنیم کدام وقت شیریخ ندادیم ات کاملا نه همیشه به ما داده شیریخ هیچ خسرو جان خب میبینید دوستا که بسیار زیاد در کلماتشان شوخی میکنند البته واقعا که بچه خوب و انسان خوب هستند و بخش چهارم ما کس نمایش غذا است بله. و این غذاها را آشپزای متکبر آشپزای معلی پروان ما که همیشان واقعا دست بالای پخت غذا دارند دیگه دستور از آیشوی پمی بود که هر آشپز ما سه نوع غذا دو نوع غذا آماده بسازن و در سر میز بچینیم و به نمایش بگذاریم ما کوتاه درباره غذاها برتون خو از می اکثر شروع میکنیم این غذای ما که دستپخت شفیق جان اکبری است که برادرم است پلو میوه است که یک نوع غذای جدید است و توسط آیشوی اکبری آشپز ملی افغانستان چند نوع میوه کار گرفته دی پلو ما بیشتر از 7 نوع میوه خشک ما آماده شده و در پول ازید دو نوع غذای دیگه هم داره که یک نوع غذایش به نام سوپ میوه است که دستر است و یک نوع غذایش خودش پلو میوه است و غذای شیرنیش یا ازم کندش فینی میوه است و در پول ازید غذای ما پلو صافی است سرش قابل استفاده شده که زیافتر است مردم ما در مفلایشان از این استفاده میکنن در پول ازید پلو ما نارنج پلو سبز است که هم یک نوع غذای جدید ساشوی است که غذای شیرین است و انگور هم دار جان انگور نه خیر نیست سایگی است سایگی است سایگی چیه؟ ماش پلو سبز سایگی یا کشمش برتان بگویم کشمش سبز موزی تر بسیار در پول ازی غذای ما کس در دستپخت استاد صفیولله است که واقعا دست بالایی دارن زمرد پلو است که بسیار زمرد یعنی زمرد دیش کار رنگ زمردی زمرد داره بسیار گفتم در ترکیب خود البته تو تای زمرد داره جان در پول ازی نوع غذای ما قرمه قرمه است از دستپخت استاد گل احمد است واقعا دست بالایی داره یک دقیقه وقتی گپو میزنی می قاشق بگو بیارن که ما به خیدی گوای دانم سر کن خو قرمه دستپخت استاد گل احمد است فقط تخلص میکنه واقعا کاشپز با استعداد و آشپز فهم درک استعداد بالا دارن قرمه گوشت است در پول قرمه گوشت ما پلو صافی است که دستپخت استاد گل احمد است بله در پول از پلو ما خسرو جان اگر خواست پلو چی است سرخ زمرد پلو است زمرد پلو پلو است ببخشید یا کود پلو عبیدجان محمدی است که واقعا در بخش غذا در بخش آماده ساختن غذا بسیار دست بالایی دارن اوماچ است خسرو جان یا کود پلو است یا کود پلو صافی است اوماچ است و کباب کچلو است کباب کچلو و دوسی دیگه معرفی کنند که صبر می کباب کچلو ما خو اجازه است یک قاشق کار ندارم بیا اول خودت بخور با سوای دانه نر خیر یک تسکو که ما ببینم خوبشه بابا ولی از دیگه دوستا خواهش میکنیم که معرفی غذای دیگه دوستا کنه خود خود تم مشکل نیست ما وقت خودم میگذاری که بعضی دوستای دیگه ها درسته درسته خیر ببینی و بشک بشک زنده باد نه خب من این غذای جدید از دوستا به اولین دفعه میخورم به نام چی پلاو بود؟ پلاو میوه پلاو میوه اولین کس از تیم کابل فانس است که یارا چک میکنه دوستا دالج کس دیگه چک نکنه
تکرار کنیم بکنه خدا این دو نام غذا را معرفی کردم استاد گل احمد شانه که تو صفی این غذا را که زینی غذا زبید معرفی میکنه این غذا را یا خود نارش پلاوه است همراه بانجان پنیری است میوان جان معرفی میکنه و این شارتش هم میوان معرفی میکنه درست خود سلام علیکم سلام بر ادب سلام خدمت شما بینندگان تلویزیونتان ما چند نوع غذا که در نظر گرفتیم که یک نوعش نارنج پلاو است که غذای سنتی پروان و مازبلیا و یک نوعش هم بانجان پنیری است که ابتکار از خودم است که غذای نو است این بانجان پنیری تان زیادتر مثل پیزا وارست پیزا است بلیا یک غذای جدید است ابتکار از خودم است که یک مزهش ما بچشم آتس کدنش است اجازه تون باشه اجازه است دیگه غذای پروان نام خدا کلشان هم تو بسیار عالی است بسیار واقعا عالی است غذای جدید ما است اینی چرش آشناست این کباب است کباب چوپان است و یک نوش هم قیماق چای است که این غذا قیماق چای غذای سنتی پروان ما است و یک نوش هم دلده است که دلده است دلده از دوران سابق است که هم غذای ولایت پروان ما میشه دوستا جایتون خالی این دلدهش از کلش که مزدارترم کلش مزدارم خیلی زیاد من دوست دارم دوستا امروز ما خیلی خوشبخت هستیم که رنگ و رنگ غذا میخوریم خب دلده کباب اینی رو خیلی درست میگی ببینیم دوستای عزیزی طرف آمدیم لاله خسنه و کم کم بخو بلی آزه خورم یال نان خوردی مریض میشی چطور بود تست کردی چی چیزا رو خوردی یک دقیقه از گلوم پایم برم دوستا ما قاشق دارم این قاشق نداره تست کردن نمیتونه دیگه بسیار خوشبخت هستیم که قاشق نداره ما دارم ولاتر یک پس که داد خدا شده سر خودت دیگه باز من خیر یک دانه شده موتر میبرم دیگه کچی خود ببر ببر کمی بخو اینجا دیگه خلاص خودت از کدام چینل هستی؟ ما از چینل بیرت یک کم آشنا کابل ای بی سی خب سایس خودت بنمایندگی کدام یوتیوب چینل اومدی دوستا چینل از برادر ما لایک کنین سابسکرایب کنین بسیار برنامه‌های عالی داره و کوشش کنین که از مو خاطر امرای ما اومدن گپ بزنن که کم چی شوه پروموت کنین برشون تشکر خیر ببینی جان دیگه تو به کارت زنده باش خیر ببینی خیر ببینی محمد زبیر محمد است مشهد مالی ولایت پروان محمد زبیر جان چی چی آماده کردی؟ قربان البته خودم آماده نساختیم اسم دوستا معلومات دادن یه پخت از آقای بایانی است که پکوره است امروی ترشی کباب است امروی شور نخود منتو از عبداللطیف می باشه که نرگس کباب است نرگس کباب پاشان است و شولی قربندی است بسیار عالی نام خدا پروان چی خوب یک غذای داره قربان شما شما خود. خودت فعلا استاد سیا شاگرد فعلا اسما پدر پدر کلان در هنر آشپزی است ما از وقت کودکی که نو به دنیا این تا دست چپ راست خدا میخوندیم هنر آشپزی هم سر کار میگیریم و تا فعلا به جایگاهی نرسیدیم به جایگاه پدر و پدر کلان ما است اما شکر خدا از آشپزی دیگر خوب هستیم بسیار عالی قربان بسیار عالی. سلامت باشین خیر ببینی خیر ببینی خب اینی غذا است که از آشپز از این غذا بیا پیش از خودت است جور بخیر نظیر السلام علیکم خوب است جور بخیر شکر بخیر من نظیر جان خودت هستی بله بله خودت به نوبتی که دی دفعه چهارم گپ میزنی نه ای از نظیر جان است کی است نظیر از ما است نظیر جان ده محفل است خب خیر خیر از می گپ بزنی که چی چی است ما به عادت یک چیز غذای جدید است البته که کوفته کباب است آمده ساختیم یا قرمه گوشت است و یا شوربا چارکاری است جور کرده زنده بادم تند تیز تند تیز هم تف دوستا جایتان خالی دیگه دو وقت آخر باز ما میشنیم میخوریم ما که خوردیم و دوستا عزیز فکر کنه که مزه کیفیتش به شما هم رسید یا بانجان چارکاری بانجانسی های چارکاری در بانجانسی هم مرچ مندازه باز بخاطر امی که کم تیزابش زیاده چی میکنه که تیزابش هست؟ ده چی؟ کت نمک زرچوبه دوستایی که در امریکا بانجانسی ها میخورن امرای نمک و زرچوبه و همچنان داخل و یا چند قبا نیدشه یا از نمک پاش بتی سرش باز نمک او باز زریاتی رو میکشه زریات چین تو بکشین
باز گلون درد میشن اگه تیزه باشه نکشن باز سیره مریض میشه. تشکر خیلی ببینید. تشکر شما هم سلام. اوه نایب به خدا غذای مورد علاقه ما. جور بخیر. تشکر بخیر جان درست. جور هستی دباره از این تو با من بگو. آش پلاوی هستم. خوت هست کچالو هستم. آش هست مرچ هستم. اون کفته پاشان هست. خب البته آش دم شده است نی؟ جانا دم میگیرم. یام از پروان شریف هست. جانا. بسیار خوب. خود چقدر وقت میشه آشپزی میکنی؟ ما دیگه از بابا کلان هستیم باز خورد ترکیستیم دیگه دم آشپزی که در پدرم هستم ما. بسیار عالی. رجب زاده. بسیار عالی بسیار عالی. خو خو دباره ازی بر ما بگو. سبزی خلاوک هست. چی؟ سبزی خلاوک. سبزی خلاوک نامشه؟ نه جانا اینی رو مدفعه اول ما شنیدیم دوستا نام از نیست سبزی خلاوک هست از کدام چیز جور بخیر؟ سلام علیکم خدا مرسی مصطفی هستم از اولاد پروان خب مصطفی جان سبزی خلاوک چی کار گرفته شده دی؟ وای نزدیک چپه شده بود بخدا گندنه هست شبت تازه است دیگه آرد از مولیده میشه بینمی چیز هست خب بچی فایده داره؟ ای دیگه بامی میده و کلا چیز فایده داره غذای محلی چارکاره خب یام کوفته است فکر کنم کوفته کلوله خمیری است دایی کلوله خمیری سعی کنی چی خوب چیزای دوستا کلوله خمیری خب این اولین دفعه کجا کی پخته ای را میفهمین؟ ای را زیادتر خانم ها استفاده میکنن او را خب میفهم اولین دفعه معلوم نیست که کی امی کلوله خمیری نامش بود نه؟ آه کلوله خمیری. اولین دفعه کی پخته کده نه این فهمین؟ ای را دیگه خود ما پختیم استاشوهای بشان پختیم بسیار تشکر یا مربوط شما میشه؟ ای مربوط تو بیادره خب. جور بخیر خوب هستین صد خوب جان خوب هستی باز و این موتی یکی دیگر دیدیم کلاهیت بسیار مقبول است سلام نمیشه می کلاهیت با ما مشکل نداره قابل تانا نداره خیر ببینی سلامت بشه خود دوباره از می غذایت اینی قروتیس فکر کنم یا ای پیوی قروتی است از می غذای محلی پروان است یکم بلندتر گفت که سر صدا نام خدا دوستا زیاد اومدن خب قروتی چی؟ قروتی یک تن از غذای محلی پروان است. یک تن از غذای محلی پروان. قروتی یک تن از غذای محلی پروان. یکی از غذای محلی. یوم برنج وطنی ماست که ما استفاده میکنیم. دیگه یوم یاقوت پلاو است از میوه استفاده شده. از میوه. یاقوت پلاو میوه است. آه این دیگه رقم یکی اونجا بود یکی اینجا. این زیادتر به زمانات پلاو میمونه. نامش غلط نکردی؟ نه خب یاقوت سرخ بود اگه نکنی سرخ گفتن یاقوت پلاو ای چی تو زمرد پلاو زمرد پلاو بله خیام ازمی یاقوت سبز دیگه بله یاقوت هم دو سا رنگ و رنگ از دیگه تنها سرخانه او یاقوت سرخ بود یاقوت سبز بسیار علی این آنم خودت پخته کردی؟ یه رو ما از فرمایش از جور کردیم که از نان چپاتی است خودت پختی؟ بله نه در خانه پختم دیگه خود در خانه بسیار نان خوبش مقبول انشاءالله با زیر چی میکنیم خب یا مربوط خودت میشه؟ یا مربوط از این دوست ما میشه خب خیر ببینی خیلی مزاحمت نمیشیم سلام علیکم جور سادمان. بخیر سادمان سادمان بخیر سادمان خوبه؟ سادمان خوب است زنده و سلامت باشی رقیب جانو رقیب جان مزاحمت نکنه دیگه دوستا چی بگویم آل دیگه گفته اگه اون تو خانه خودشان خوب هستی؟ فضل سانو خدا بخیر صد خوبه؟ شما قدمایتان رو ببخشی خواهش میکنم چی پخته کردین چی آماده کردین؟ زنده باش تشکر نان چپاتی تندوری نان دستکی تندوری همراه بولونی کچولوی و گندنایی بسیار علی خودتان باز نانبایام دارین یا نه خیر در خانه پخته کردیم بسیار مقبول شغل اصلیتان چی است؟ آشپز است بسیار علی بسیار علی باز کدام از یاد زیادتر تاریخچهش بر میگرده به شهر پروان؟ نان دستکی نان دستکی اولین دفعه در پروان پختن بله از یانم است از یانم خب تاریخ از زیادتر است بله بسیار خوب خب دمی نان را که بخوایم نرم باشه نه دم مواد ازو بعض چیزا گد میکنن کنان زود خود سخت نسازه نرم باشه مخصوصا کسایی که سنشان بالاست یا کم تکلیف دارن نمیتونن خوب بجوان چی کار کنن که نان نرم بیایه زنده باشی در نان میتونن از پودر کیک استفاده کنن به خاطر که نان نرم نگاه میکنن پودر کیک بود بدیگه چیز نقص نداره با استخوان و گپا خیر نه خیر نه نه خب دیگه کدام گفتنی داشته باشی بسیار تشکر خب دوستای عزیز
ای بود غذاهای محلی پروان شریف. آمد که در تصویر دیدیم بعضیش چشیدیم، بعضی دیگهش هم اینال گپای ما خلاص شد میرم از کلشان میخوریم. رقیب جان در پایان کدام گفتنی داشته باشی؟ یک قسم بچه های فیلم واره که خود رخ میزنن از همینجا متوجه شدم که آمد سیف جان زیاد مرازا کش کش سر میگریسیم چه رقم منتو نگفته نمونه ی خاله میگه که من از غذا پیش از شروع برنامه خوب یکش کم سیر نان خورده. حالا خب به خاطر از اینکه دل شما رو کنه بونم دل میگه من بعد از برنامه میخوام. دوست عزیز یک گپ جالب برتون بگم. ما در راه بودیم از کابل می اومدیم سمت پروان، زنگ زدم به ازی که من میایم پیشتون، مرا چی میگه تو مرا نمیشناسی دیگه. میگم چرا نمیشناسم؟ میگه از خاطر که دیگه رسانا خفه نشه نایمی بوده کل جوانیتا. میگه کامد اینجا فامیلی خود در ناشناسی پر تو که هیچ مرا دیگه نمیشناسی که دیگه رسانا خفه نشه. بایمی تمام دوستا خو معلوم دار هستیم که البته پروان زیبا دسترخان افغانستان و دسترخان نوازی در افغانستان است. ما همیشه به دوستای خود یاد میکنیم هر زمانی که به پران زیبا اومدین در چیزی که در تمام باشه نما خوابتون دریخ نمیکنیم. میگه نان پیاز پیشونی باس دیگه خودتون هم در پران اومدین دیگه بجز از اینکه به خاطر ثبت برنامه اومدین افتخار بخشیدین که در محفل مشترک کردین. ان شاء الله بتونیم که براتون خدمت کنیم. خیر ببینید دوستا خارج از شوخی واقعا مردم پروان بسیار یک مردم شریف، مهمان نوازیشون واقعا بدون کدام بخوایم تبلیغ کنم یا بخوایم تعریف کنم بدون خارج از این رفیق نزدیک ما واقعا در مهمان نوازی خودان کلشان تک از بسیار مردم های شریف هستن. و این بود برنامه ما که تقدیم شما شد. دوستا اگر فکر میکنین برنامه ما مورد علاقه شما قرار گرفته، لطفا چینل ما رو سابسکرایب کنین، لایک کنین، نظریاتتون رو با ما کامنت کنین تا ما بفهمیم که کدام برنامه رو شما زیادتر خوش دارین تا بتونیم اون برنامه ما رو براتون تهیه کنیم. تا برنامه بعد، گزارش بعد، همه شما رو به خداوند یکتا می‌سپارم. خدا نگهدار.